اخبار تحولات قیام مردم سوریه را با خبری از تظاهرات روز گذشته مردم سوریه در شهرهای مختلف این کشور ادامه می‌دهیم. روز جمعه سلسله تظاهراتی با نام نه به اشغالگران رژیم ایران در سوریه برگزار شد. در این تظاهرات که به دعوت کمیته‌های هماهنگی انقلاب سوریه برگزار شد، تظاهر کنندگان سوری دخالت نظامی و امنیتی رژیم ایران در سوریه را محکوم کردند و خواستار خروج نیروهای رژیم ایران و مزدورانش از خاک سوریه شدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند رژیم ایران از شروع انقلاب سوریه نه تنها در کنار رژیم جنایتکار بشار اسد ایستاده، بلکه در قتل و کشتار و ارتکاب جنایات جنگی در حق مردم سوریه شرکت مستقیم دارد. کمیته های هماهنگی انقلاب سوریه همچنین اعلام کردند رژیم ایران به طور تمام عیار به صورت نظامی و سیاسی و لوجستیکی و تبلیغاتی از دیکتاتور سوریه حمایت می کند و با اعزام نیروهای سپاه پاسداران و حزب الشیطان و مزدوران رژیم موسوم به لشکر ابوالفضل دست به کشتار مردم سوریه می زند. ارتش آزادی سوریه اعلام کرد که نفر همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رژیم ایران در جریان درگیری‌های در جاده فرودگاه بین‌المللی دمشق به هلاکت رسید. ارتش آزادی سوریه عکس این مزدور را بر روی سایت خود منتشر نموده و اعلام کرد که وی یکی از فرماندهان بالای سپاه پاسداران است که در درگیری‌ها در نزدیکی فرودگاه دمشق بین یکانهای ارتش آزادی و شبه نظامیان وابسته به بشار اسد به هلاکت رسید و یکانهای ارتش آزادی هم اکنون جسد این پاسدار را نزد خود دارند. در دمشق نبردهای شدیدی میان رزمندگان ارتش آزادی سوریه و نیروهای رژیم اسد در منطقه کراجات رخ داد. در منطقه برزه دمشق نیز یکانهای ارتش آزادی سوریه با نیروهای وابسته به اسد که قصد نفوذ به این منطقه را داشتند درگیر شدند. رزمندگان سوری همچنین در جاده کمربندی جنوبی دمشق نیروهای اسد را زیر آتش گرفتند و خساراتی به آنها وارد ساختند.